سلام سلام سلام، من مهدی رضوی هستم، دوباره در خدمتتون هستیم. جمعه شب ساعت 8 شب برنامه 100 سال تنهایی رو با هم خواهیم بود به مدت حدوداً یک ساعت. عرضم به حضورتون و به هر حال خوشحالم که ایمیل های دریافت کردم هفته پیش، نشون دهنده اینه که به غیر از دوستامون که سفارش میکنیم برنامه رو نگاه کنن، یه عده بیننده جدید هم این برنامه پیدا کرده و به هر حال خب این باعث دلگرمی و دلگرمی میشه که ما پشت کارمون بیشتر بشه و بتونیم در خدمتتون باشیم. هفته گذشته من یه مقدار راجع به مسکن و معاملات املاک که در حقیقت حرفمه صحبت کردم و گفتم هم که دوست ندارم تو این برنامه که یک روند خاصی رو داریم دنبال میکنیم راجع به این بحث گفتگو کنیم، اما چند تایی از دوستان گفتن که زمانی که این بحث رو مطرح شد ما نبودیم پای تلویزیون، یا گرفتار بودیم یا صحبت زیاد بود نتونستیم متوجه بشیم. به من گفتن اگر ممکنه این رو ما دوباره در حقیقت تکراری بکنیم که من به صورت گذرا خدمتتون عرض میکنم. من در بحث گذشته گفتم برای انتخاب یک مشاور یا نماینده از طرف خودتون برای در یک معامله باید دو ویژگی قائل باشید برای اون نماینده. اول اینکه اون نماینده یک تحلیلگر قابلی باشه، یعنی از این همه اطلاعات و آماری که دور اطراف وجود داره بتونه چکیده رو در بیاره و به شما راهنمود بده که شما چی باید بخرید، کجا بخرید و اگر فروشنده هستید چگونه بفروشید. دومین ویژگی که من اشاره کردم مربوط میشد به عرضم به حضورتون با پوزش، اینکه طرفی که انتخاب میکنید حتما دارای توانمندی در بحث و گفتگو و مذاکره باشه، یعنی اینکه یک نگوشیتور خوبی باشه یا به عبارت ساده تر قدرت چانه‌زنی خوبی داشته باشه. چانه‌زنی نه با اون در حقیقت بحث عامیانه و مفهوم عامیانه که ما ازش سراغ داریم که چونه بزنه، بلکه اینکه در حقیقت در هنر گفتگو ما یه مبحث خیلی مهمی به نام چانه‌زنی داریم و اون نشان از این داره که در چه موقعی در حقیقت بتونه طرف استاب بکنه مذاکره رو، با چه شکل و شیوه خونه رو برای شما بهتر بخره یا بهتر بفروشه. این دو ویژگی بود، سه تام شاخص گفتم که الان جاش نیست و بعداً تو بحث‌های بعدی تو برنامه‌های بعدی راجع به اون سه شاخص هم که روش باید تحلیل بشه گفتگو می‌کنیم. عرضم به حضورتون حالا وارد بحث اصلی و روند اصلی برنامه می‌شیم. این هفته خیلی دوست دارم راجع به مسئله فرهنگ و اخلاقیات صحبت بکنم. متأسفانه ما در جامعه‌مون در ایران داریم انحطاط و سقوط اخلاقی و فرهنگی رو به شفافیت می‌بینیم. همه چیز در مملکت ما سخت افزاری دیده میشه، همه چیز به علت توجه نمیشه، معلولی بهش نگاه میشه. عرضم به حضورتون خیلی مثالای روشن و واضحی رو من میتونم الان به خدمتتون بگم. ببینید، خانه‌های بدنام شهر نو رو تعطیل کردند، فاحشه خونه ها رو بستن، اما میبینیم که فاحشه‌گری ادامه پیدا کرد. از طرف دیگه دیدیم که عرق فروشی ها رو آتیش زدن، میخونه ها رو بستن، میکده ها رو بستن، اما عرق خوری و مشروب خوری ادامه پیدا کرد. سوال واقعا اینه چرا کار به این شکل ادامه پیدا کرد؟ چرا وضعیت فرهنگی و اخلاقی ما به گونه ای شد که ما موفق نبودیم؟ به تصور و گمان من ما در مدیریت فرهنگی و در ارتقای اخلاقی باید نمره صفر رو به مدیران جامعهمون در این زمینه بدیم. به هر حال صحبت تنفروشی شد، روز 17 دسامبر روز مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان تنفروش. من آرزو میکنم با توجه به اینکه این روز رو فردا در پیش داریم، آرزو میکنم امکاناتی فراهم بشه که هیچ کسی به خاطر مشکلات و مسائل اقتصادی نره دنبال تنفروشی و تنش رو بفروشه. بحث‌های دیگه فرهنگی که من میخوام اینجا اشاره بکنم و ازش هم گذرا بگذرم چون جای بسیار برای تحلیل داره، متخصصین کارشناسان بسیاری باید بیان در این زمینه صحبت کنن، من فقط تیتروار و عنوانگونه ازش میگذرم. خرافات و طالبینی و کفبینی و
اینجور مسائلی که ما شاهد هستیم که روز به روز رواجش در کشور ما بیشتر و بیشتر میشه. از طرفی ما میبینیم که فرهنگ زوربگیری و گردن کلفتی و لاتبازی تو مملکتمون روز به روز داره اشاعه پیدا میکنه. طرفو چاقو میزنن تو خیابون، چاقو کشه وای میسه بالا سر اون قربانی، مردم میان تخمه میخورن، آجیل میشکنن، عرضم به حضورتون شروع میکنن به تماشا کردن اون صحنه، پلیس میاد کاری نمیتونه انجام بده، انقدر خون باید از اون قربانی بره که وقتی به بیمارستان میرسوننش فوت کرده باشه. عرضم به حضورتون مثال دیگه، ملت میان از شب قبل جا میگیرن، لحظه شماری میکنن برای دیدن اعدام یکی دیگه، برای اینکه جان کسی رو میخوان بستانند، مردم میان نوبت میگیرن، لوج میگیرن که بشینن و بهتر بتونن اون رو تماشا کنن. اینا فاجعه است. عرضم به حضورتون راست طرف راه میره، آدم درجه 3 سینماست، برمیگرده میگه که سینمای ما فاحشه خونه است. بعدم که بهش جواب میدن قلدری میکنه و گردن کلفتی میکنه و معذرت خواهی نمیکنه، باز بحث رو ادامه میده. میایم میبینیم توی زمین بازی تو فوتبال داور میگیرن میزنن. آقا این چیزی بوده که اگه تو مملکت غربی ما میدیدیم، تو انگلیس میدیدیم، تو آلمان میدیدیم، حداقل تو کشور خودمون نمیدیدیم. اما به کجا داریم واقعا میریم که داور رو میریزن و کتک میزنن، چه تماشاچی و چه بازیکن‌ها. باز من همین دو شب پیش داشتم یه فیلمی رو نگاه میکردم، مربوط میشد به ورزش. تیمی که برنده شده بود در حقیقت و میزبان هم نبود، میهمان بود، جرأت نمیکرد از صحنه در حقیقت پایان بازی خارج بشه و بره خونش یا سوار ماشیناشون بشن. ماشینا رو همه رو برشته بودن با آجر و با قلوه سنگ و اینا خورد کرده بودن، تمام سر و دهن یه ده خونی بود به دلیل همین آجرهایی که افتاده بود و انداخته بودن. به بحث اقتصادی و مسائل فرهنگی در اقتصاد هم که بخوایم نگاه کنیم، می‌بینیم اقتصاد به کجا داره میره، اختلاس وجود داره، رانتخاری وجود داره. خلاصه از این عناوین اگه بخوام بگم باید یه بحث و یه برنامه کامل رو ما بذاریم روی این مسائل. به هر حال تیترکونه گفتم، بسیار اسف انگیزه، من واقعا قلبم میتپه و نگران هستم که ببینید بحث فرهنگی بحثی نیست که مکان بردار باشه، بگیم شمال شهر، جنوب شهر، فلان شهر، بیسار شهر. این اگر بره جلو همینجوری از زیر این موریانه رخنه میکنه و همه جامعه رو دربر میگیره. عرضم به حضورتون یه آهنگی رو من دوست داشتم، یه کلیپی فراهم کردیم که هم نوایی آقای کریستی برگ با گروه آریان. آقای کریستی برگ همونطوری که هممون میدونیم یک ایلندیه و از مردمی ترین خواننده های اروپایی است. هر جا جنبشی بوده، هر جا صدای آزادی خواهی بوده، اون اومده اطلاعیه داده یا در برنامه‌هاش یا در کنسرت‌هاش مطرح کرده. اما گروه که الان با کریستی برگ میخوان این کار رو نشون بدیم بهتون، گروه آریان نام داره، هممون میشناسیمشون. این بچه ها رو در حقیقت علی صالحی و علی پهلوان، این دوتا تو کرمانشاه تو سربازی با هم آشنا شدند و این گروه از اونجا پایه‌اش ریخته شد. من خواهش میکنم اتاق فرمان اگر که امکان داره بریم این کلیپ رو ببینیم که بسیار دوستش دارم. With a lifetime guarantee, but we know from those around us that this may not always be. Thank you.
سر چارلز اسپنسر چاپلین در آوریل 1889 به دنیا اومد و در سال 1977 از دنیا رفت، یعنی 88 سال عمر کرد. میتونیم از چاپلین به عنوان یکی از مشهورترین بازیگران، کارگردانان و موسیقیدانان برجسته هالیوود